میدونستی میتونی مربی استخدام بکنی که در واقع روح تشریف داره یا یه میز شطرنجی هست که خودش مهره ها رو جابجا میکنه یا یه بطری آبی هست که وقتی باهاش آب مینوشی کاری میکنه مغزت فکر کنه هر چیزی که دوست داری رو داری مینوشی سلام من اهورنیزی هستم خوش اومدید به 24 اختراع شگفت انگیز به اونها امتیاز میدیم از شماره یک تا ده و اینی که ویدیو برگرفته شده از کانال مستر هوز د باس بریم سراغ اختراع اول یه ماسکی هست به جای اینی که نقش صدا خفه کن رو برای شما ایجاد بکنه در واقع کمکتون میکنه که شنونده شما صداتون رو خیلی واضح بشنوه چطور چون داخل خودش قسمت دهانی یه دونه میکروفون قرار داره بعد دو تا ایرفون داره اونا رو وقتی میذارید داخل گوشتون دیگه صدای خودت هم نمیشنوی چطور چون در مواد اولیه ساخت این دستگاه از مواد اولیه ساخت صدا خفه توفنگ استفاده شده وسیله جالب کارآمدیه اما در مقایسه با دیگران بهش از ده دو میدم ببین مابقی چه حیوله هایی هم. شیر آب درخشان یه سرشیر که شاید تو خونه ها دیده باشین اصلا گجتش و تبلیغاتش رو دیده باشید به شیر آب وس میشه وقتی آب باز میکنی روشن میشه خب ممکنه با خودت بگی از من بپرسی اهم این اینکه اختراع خاصی نیست بله کاملا اختراع خاصی نیست تا زمانی که بهش سنسور حرارتی اضافه بشه و وقتی که آب سرد میاد آبی رنگه وقتی آب گرم میاد قرمز رنگه اگه ولرم باشه چه رنگه؟ بنفش. خب یه سری خوبیا داره حتی اگر علامت روی شیرام جابجا جا بشه دیگه نه میسوزی نه یخ میزنی تازه شکل و ظاهرش تو شب فوق است از سه بهش ده میدم نظر شما راجع بهش چیه اکثر افرادی که صفحه شخصی منو در اینستاگرام دنبال میکنن میدونن که من عاشق دوچرخه سواریم اما یه موقعیتایی میشه که نمیتونی با دوچرخه بری بیرون مثل فصل سرما اینجاست که بلینک به کارتون میاد دو تا پایه است در واقع گجته که دوچرخه روش سوار میکنی دوچرخه تبدیل میشه به دوچرخه ثابت اینجاست جالبه که یه دونه هدست ویار میذاری بعد لوکیشن انتخاب میکنی مثلا در دشت چین میزنی برای خود دوچرخه سواری میکنی در دشت چین یا نه میزنی بروکلین نیویورک با جزئیات میری توی نیویورک برای خود دوچرخه سواری میکنی جالبیش اینه که این بکنی. کلی جزئیات میبینی اما یه نکته ای. اگر به پرتگاه نزدیک بشی چه بسیار وسیله کارآمدی از سه بهش ده میدم همه دوست دارم بدنی ورزیده داشته باشن یکی به خاطر زیبایی دوم به خاطر سلامتی اما یه مشکلی که هست خیلی به خاطر کرونا مجبورن تو خونه ورزش بکنن و دنبل یه وسیله بسیار بسیار حجیمیه و این وزنه بسیار سنگینیه خب یه شرکتی هست به اسم بتر بادی دمبلی ساخته با رفع محدودیت ها. از دو کیلو تا سی کیلو به صورت ماژولار پشتیبانی میکنه بسیار وسیله جالبی کم حجم از سه بهش به ده میدم شاید خیلیاتون گجت قبلی رو دوست نداشته باشین چون نیاز به تحرک داشت یه گجتی دارم براتون عینک مخصوص تنبل ها البته این عینکه نیست ببینید یه عینکه که دو تا زاویه اضافه داره و وقتی که شما دراز کشیدین میتونه زاویه ی 90 درجه دید شما رو بهتون بده تصور بکنید دراز کشیدین بعد این شکلی کتاب بخونی یا دراز کشیدین این شکلی دو تلویزیون رو به رو نگاه بکنی بسیار وسیله جالبیه مخصوصا برای تنبل ها بعد اسمش خیلی جالبه عینک مخصوص تنبل از ده بهش چهار میدن. فیلم های علمی تخیلی رو که نگاه میکنی آینده ای انسان ها رو خیلی فربه نشون میدن که همه روی وسیله ها و گجت هایی هستن که خودشون انسان رو جابجا میکنن میشه تقریبا همین اسکوتر برقی هایی که به صورت روزمره میبینیم اما یه سری مشکلاتی که اسکوتر برقیه دارن اینه که خیلی قابل جابجایی شدن نیستن یا اینه که مجبور رو روشون سرپا وایسی یه شرکتی هست به اسم اسکوتر برقی ساخته که باید بادش بکنی تا فیزیکش ساخته بشه خیلی نرم میشینی روش خیلی گوگلی بر خود جابجا جا میشی شما مثلا نگاه کنید خانمه چه کیفی میکنه این یکی از اولین کمپانی هایی هست در صنعت سافت موبیلیتی دارن کار میکنن در واقع یک تعامل امتر بین کاربر و وسیله نقلیه فکر کن بشینی روی وسیله‌ای که نرم باشه و جابجاشی <applause> خیلی بامزه است و از ده به هیچ چهار میدم سر کله زدن با سطل آشغال یه بدی داره وقتی سطل آشغالت پر میشه میخوای نایلون رو برداری اون گازه که میزنه بالا آدمو خفه میکنه یه کمپانی هست به اسم توینیو یک سطل آشغالی ساخته اولا هوشمنده بهش دستتو نزدیک میکنی خودش درش باز میشه وقتی که نایلون زبالت پر میشه با تکنولوژی به نام ترموپلاست سیلینگ خودش نایلون رو میبنده و آماده استخراجش میکنه وقتی نایلون زباله رو برداشتی و خالی شد خودش این رو متوجه میشه یه دونه نایلون جدید جایگزین میکنه و توش میدمه خود نایلون کل سطل آشغال پر میکنه جالب بود نه؟ این یکی هم مربوط به آشپزخونه است باز هم مربوط به آشغاله میدونی چی چیزی بهتر از سطل آشغالیه که خودش نایلون رو میبنده و تعویز میکنه؟ سطل آشغالی که نبینیش سطل آشغال اکولیفت در واقع سطل آشغال نیست محلی برای رها کردن زبال است چیزی شبیه به شوتینگی که توی آپارتمان ها میبینیم شما داخل این محفظه آشغالتون میذاری خودش میره توی محفظه بزرگتر آشغال رها میکنه در واقع مثلا سطل آشغال توی حیات دم در اینطوری نه بوی بدی میده نه حشرات و جانوران موزی سرسراغتون میان از پنج بهش ده میدم آشقالیترین ترین اختراع بایوگس خانگیه بایوگس همون گاز طبیعیه اگر اهل زندگی سبز باشید یا به انرژیهای پایدار علاقه داشته باشید این گجت خیلی براتون جالبه و بیشتر به درد باغدارها میخوره شما با خرید این گجت در واقع یک سطل آشقال خیلی گنده خریدید که آشغال های ارگانیکتون مثل پوست تخم مرغ برنج هر چیزی که تو روزمرتون استفاده میکنید رو بهش میدید باکتری های داخل این میان گاز طبیعی درست میکنن بعد اون گاز طبیعی رو میتونید در استفاده از گاز معمولی داخل خونه استفاده کنید آه جذاب چقدر جذاب مای آی دو یک عینک هوشمند برای افراد کمبینا یا نابینا که کمکشون میکنه به درک بهتری از دنیای اطرافشون برسن شاید بپرسید خب یک فرد نابینا چرا باید عینک بزنه خب این شکلی کمکشون میکنه این عینک هوشمند رو که میذارن مثلا اگر یک روزنامه بیارن جلوی صورتشون و به عینکه بگن روزنامه رو برام بخون متن روزنامه رو براشون میخونه به علاوه اینه که با قابلیت تشخیص اشیا تابلوهای راهنمای سطح شهر پیادروها، وضعیت خیابون رو بهشون هشدار میده که مثلا جلوت یه دونه چاله است پیاده رو اونجاست خط آبر پیاده اونجاست تابلو توقف کارگران مشغول کارن جاده در دست تعمیر است همه اینا رو بهشون هشدار میده چقدر گجت جالبی از ده به هیچ شش میده اختراع بعدی میره تو دسته اختراعی برای آدم تنبلا که خیلی دوست دارم زودتر پیشرفتش بیاد یه قالبه میذاری داخل دهانت خودش موتوراش روشن میشه و کلیه دهانت در آن واحد مسواک میزنه کافیه کمی بهش خمیر دندون بزنی یه سری مدلاش خودش خمیر دندون میزنه یه سری مدلاش خودش هم نور یووی پخش میکنه تا کل دهانتون استریل بکنه از 6 بهش ده. میدم گجت بعدی ابزار تحلیلی اینستاگرام و یوتیوبه که به من نشون میده اکثر شماها که بیننده بنده هستی جز فالوورام نیستید به همین دلیل فالو کردن پیج من موجب افتخار و دلگرمی بنده است دمتون گرم اختراعی که به گوشه نمایشگر 10 اینچی تا 32 اینچی میتونه وصل بشه با نام هلو x 2 که هر نمایشگری رو هر چیزی رو تبدیل به نمایشگر لمسی میکنه با پخش نور مادون قرمز وقتی دستتون به نمایشگر نزدیک میشه نور قطع میشه به یه دونه دوربین میاد و محل دقیق لمس انگشتتون رو تشخیص میده و نقش موس رو بازی میکنه جالبیش اینه که با انگشت دستکش قلم و حتی مسواک میشه باش کار کرد خیلی وسیله جالب از ده به 6 میدم کفشای به نام دراپ لبز داخل کفشون ساب ووفر داره و از طریق بلوتوث به گوشیتون متصل میشه وقتی موزیک پلی میکنید باس رو تشخیص میده و ساب کف کفشتون میلرزه از اون جالبتر یه دونه جیلیقه است با نام ووور وست که 6 تا موتور هپتیک داره وقتی موسیقی گوش میدید تکانه هایی تو بدنتون ایجاد میکنه که فکر میکنید نزدیک سحن پخش موسیقی قرار گرفتین بدنتون میلرزونه یا نه مثلا وقتی دارین کال اف دیوتی بازی میکنید حس میکنی واقعا در میدان جنگ قرار گرفتی هو خیلی جذابه اختراع بعدی برای یه سری خیلی جذابه بازی شطرنج حالا فانتوم کاری میکنه که وقتی شما شطرنج بازی میکنید رقیبتون وقتی یک مهره رو انتخاب میکنه جابجا میکنه خودش به صورت خودکار و فیزیکی مهره جابجا میشه شما نیاز نیست دست مهره بزنید میتونید از طریق میکروفون بهش بگی که مهره اسب بره تو خونه فلان شماره فلان خودش جابجا میشه خیلی گجت جذابیه لیاقت به نظر من هفت از ده داره در سراسر سر دنیا داریم کم کم اخبار و ویدیوهای مربوط به ربات ها رو میبینیم و میشنویم خب خیلی جذابن از اون طرف میتونن بسیار سرگم کننده و کمک کننده باشن از اون طرف هم میتونن خیلی ترسناک باشن که نکنی یه زمانی ارتش خودشون رو داشته باشن و بر جهان فرمایی بکنن حالا یه ربات بامزه هست به نام کلیک ربات میبینه میشنوه درک میکنه کمک میکنه حرف میزنه مثلا میتونید اجزاشو جوری بچینید تبدیل به حیوان خونگیتون بشه وقتی حرکت میکنید باهاتون همراهی بکنه وقتی میخواید تماس تصویری بگیرید گوشیتون رو نگه داره تازه کد هم بهتون یاد میده که بهتون میگه با استفاده از این کدها میتونم چقدر عمل کردم و برای شما بهتر بکنم بهش هفت از ده میدم به شعار این محصول توجه کنید افزایش وری تمرینات ورزشی و همراهی هولوگرافیک شما با زدن این عینک یک روح هولوگرافیک سبودی رو میتونید خلق بکنید در واقع پروژکت بکنید که رقیب ورزشی شما میشه مثلا میخواید 7 کیلومتر رو بدوید اولا میتونید رقیبتون رو شخصی سازی بکنید از لباس و ظاهرش در مرحله دوم میتونید بگید از شما سریعتر بدوه از شما خیلی سریعتر بدوه هم سرعت شما باشه یا از شما کنتر بدوه تحت هر شرایطی یه رقیب فرضی میتونید برای خودتون بسازید و واقعا جذاب فکر کنید عینک رو میزنید میبینیش داره از تو سریعتر میره تو تلاش بیشتری میکنی که بهش برسی این شکلیه که افزایش بهره ورزشی با هولوگرافیک من پیاده روی و خیلی دوست ندارم برام هم کار سختی کفش های راکت اسکیت برای امثال من ساخته شدن پاشنشونو که به زمین میزنی موتورش فعال میشه میتونه تا چهار برابر سرعت شما شما رو حرکت بده زیرش چرخ داره البته اولین بارها اینا رو سال 2014 قبلتر از اون دیده بودیم ولی مدل های پیشرفتش اومده بود اینم یکی از گجیت های جالبه از ده بهش هفت میدم دو چرخی که این شکلیه نه فقط خوشگله بلکه برقیه به علاوه اون خیلی هم هوشمنده به عنوان مثال وقتی که تو شیپ های مختلف قرار میگیرید سرعت رو براتون تنظیم میکنه وقتی که شب میشه چراغاش روشن میشه جی پی اس داره همیشه میتونید ببینید دوچرخهتون کجاست به علاوه اینی که لابلای سیماش هیچ چیزی نیست دستتون رو میتونید از توش رد کنید یا میتونید باهاش خود دوچرخه رو هم کنید به نظر من هشت از ده لیاقتشه بطری آبی که با حلقه های معطر کاری میکنه شما آن چیزی رو که دوست دارید بنوشید ولی در واقع چیز دیگری دارید مینوشید خب میدونید که وقت نوشیدن یا صرف غذا بخش خیلی زیادی از طعم غذا از طریق بینی درک میشه برای همین از قدیم گفتن اگر از طعم چیزی خوشت نمیاد بینی تو بگیر و بد دوش یا مثلا بروشش خب این بطری آب جذاب کمکتون میکنه وقتی داری آب میخوری کاری بکنه که احساس کنی داری نوشابه میخوری خیلی جذابه میدونی چقدر میتونه به افراد دیابتی و چاق کمک کنه به نظر من 8 از 10 واقعا لیاقتشه بعضیا مثل داداش خود من نیما از آب بدشون میاد اصلا دوست ندارن نه لباسشون خیس بشه نه داخل استخر کی خوشش میاد لباسش خیس شه خلاصه یه اسپری هست به لباست میزنی در آموزش های نظامی بیشتر استفاده میشه و وقتی به لباس یا بدن میخوره کاملا اون لباس یا سطح بدنتون آبگوریز میشه تصور بکنید که با لباس داخل محیطی گلالود داری شنا میکنی میای بیرون لباس خشکه وات مگه ممکنه یا حتی وقتی به بدنت میزنی میری داخل استخر شنا میکنی میای بیرون خشک خشک بدنت خیلی جالبه هشت از ده بهش میدم شماره 16 رو یادتونه بایوگست همون گاز خونگی اگر به اون علاقه دارین اینم احتمالا خوشتون میاد دانشمندان یک آنزیمی رو پیدا کردن که موجب میشه گیاهان از خودشون نور بدن خیلی جذابه تصور بکن گیاه میتونن تو شرایط بد آب و هوایی رشد کنن میتونن تکثیر بشن بسیار مقاومن بعد از یه سری از انرژی های معمول استفاده میکنن آب و نور و تصور کن خودشون منبع نور بشن و تصور کن کربون دیوکسید رو جذب میکنن پخش نمیکنن خیلی جالبه از ده بهش نه میدم باز هم برمیگردیم سراغ فیلم های علمی تخیلی دیدید که تو آینده میگن همه چیز خودکار انجام میشه، ربات ها همه کارامونو میکنن، آسمون پر از پهباده. به نوعی ای داره این به واقعیت تبدیل میشه کمپانی به اسم مترنت یک شبکه از درون ها رو به وجود آورده که اینا کاملا خودکار مسیرها رو میرن و میارن موارد قابل استفاده شون الان بیشتر برای جابجایی نمونه خون و دارو هست که از طریق اون به صورت 24 ساعت 7 هفت روز هفته خود درون ها تشخیص میدن کجا باید برن چی رو جابجا جا بکنن خودشون محصول رو رها میکنن خودشون برمیگردن به بیسشون شارژ میشن خیلی جالبه چنین شبکه کارآمدی به نظر من لایق نه از ده به این فکر کرده بودی اگر 6 تا انگشت داشتی چه کارهایی میتونستی باش انجام بدی این گجت یه بخشیش به انگشت 60 پاتون متصل میشه اصل داستان به اینجای دستتون بعد از گذر یه مدت کاملا مثل یه انگشت اضافه عمل میکنه بعد خیلی کار آمده برای کارگران تا 50 درصد بهره وری ایجاد میکنه کمک میکنه جراح ها نیازشون به یک دستیار کمتر بشه تصور بکن میتونی همزمان با یک دست هم فنجونتو نگه داری هم همش بزنی در عین حالی که ترسناکه بسیارم هم کارآمده راستش بخوای تو دنیای کنونی من فکر میکنم داشتن دست اضافه داشت داشتن انگشت اضافه کمکت میکنه که به عنوان شخصی سریعتر بشی بهبود پیدا بکنی تصور بکن یه گجتی بیاد به دو تا دست من چهار تا دست دیگه اضافه بکنه میدونی چقدر جذاب میشه خیلی جالب رسیدیم به مهمترین اخترام که نه فقط ترسناکه بلکه دلهور آورم هست خانم ها و آقایان این شما و این انسان مصنوعی یه سایتی هست با عنوان thispersondoesnotexist.com که با استفاده از دو تا ربات هوش مصنوعی که در جنگ با همند تلاش میکنن یک چهره رو بسازن کاملا واقعی ولی جالبه بدونید که این شخص در جهان وجود خارجی نداره یک پروژه شبیه این هم هست که سامسونگ داره روی اون کار میکنه به اسم نان اخبارش رو چند وقت پیش در موردش توضیحاتی دادیم منتظرم یه مقداری اطلاعات ازش بیاد بیرون در موردش ویدیو بسازم که با هوش مصنوعی انسانهای کاملی رو میسازه و اون انسان در خدمت شما خواهد بود به عنوان تصور بکنید حسابدار به عنوان دوست رفیق حتی همدم که در تمامی مراحل زندگیت کنارت و عین یک انسان باهات رفتار میکنه در عین حالی که ترسناکه بسیار جذابه بسیار دلهور آورم هست تصور بکنید یه روزی میاد که هوش مصنوعی همین کار با ما میکنه <applause> خیلی هیجان انگیز بود کافی کمی از گوشه ها بکشیم بیرون اخبار جالب دنیای تکنولوژی اینچنینی رو دنبال بکنیم خیلی زندگی رو هیجان انگیز میکنه دمتون گم که تا پایان ویدیو همراهی کردید اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد خوشحال میشم جزء اون دست دنبال کننده هایی نباشید که نان فالوورزن یا نان کانال سابسکرایب بکنید در یوتیوب در صفحه اینستاگرامی ما رو فالو بکنید دمتون خیلی گرمه ویدیو رو اگه دوست داشتین لایک بکنید برای دوستانتون بفرستید ارادتمند شما هر شبانه روز افروز هفته اهورانی ازی